وقت بخیر شاگردان عزیز، امیدوار هستم که همگیتون جور و صحتمند و سرحال باشین. ما استادان الان با یک درس جدید بازم در خدمت شما هستم، البته مضمون ریاضی صنف دوم و درس 16. پس بیاین شاگردان عزیز که درس 16 و درس جدید خود را آغاز کنیم. صفحه 31، معرفی اعداد جفت و طاق. هدف درس، شاگردان باید اعداد جفت و طاق را بشناسند. خب شاگردان عزیز، پیش از اینکه بالای درس بریم، بیاین که یک ببینیم اعداد جفت و طاق کدام اعداد است. پس اینجا ما از 1 الی 20 برتان می نویسم و می بینیم که کدام اعداد از اینا جفت و کدامش طاق است. پس می نویسیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 و 20. پس شاگردای عزیز، بیاین که اعداد طاق را با رنگ سرخ نشانی کنیم. پس شروع میکنیم. 1, 3, 5. عدد 7 دیگه کدوم عدد طاق است؟ 9, 11, 13. عدد 15، عدد 17، عدد 19. ای عدد ها عدد های طاق ماست. پس بیاین که عدد جفت را با رنگ آبی نشان بدیم. عدد 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 و 20 عدد های جفت ما هستند. پس شاگردای عزیز، میاییم در سمت راست صفحه. 4 شمع و 4 پروانه است که به هر پروانه 1 شمع میرسد. قسمی که میبینه شاگردای عزیز، 1 شمع و 1 پروانه 1 جوره را میسازند. 1 جوره توسط عدد 2 نشان داده میشود. پس عدد 2 1 عدد جفت است. قسمی که میبینین ما در اینجا عدد 2 به خاطر که جفت است با رنگ آبی نشان دادیم. در سمت چپ صفحه 3 پروانه و 2 شمع می باشد. طوری که در شکل ها دیده می شود، پروانه به 2 شمع می رسد. 2 پروانه ما به 2 شمع می رسد و 1 پروانه تنها می ماند. اینها با هم برابر نبوده و جوره را تشکیل نمی دهد. پس عدد 3 یک عدد طاق می باشد. قسمی که می بینید به رنگ سرخ نشان دادیم که عدد 3 عدد طاق است. پس شاگردای عزیز، بیاین که یک مثال خود ما هم کار کنیم، به خاطر که معرفی اعداد جفت و طاق بر ما خوبتر واضح‌تر معلوم شود. خب مثال ما را از ستاره استفاده میکنیم. در جمع ستاره میکشیم 1 ستاره، در قطار 2 میکشیم 2 ستاره، در قطار 3 3 ستاره، قطار 4 4، در قطار 5 5، در قطار 6 6 ستاره میکشیم، در قطار 7 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 و 7.
پس شاگرده عزیز ما در اینجا اعداد را امروی ستاره کشیدیم، پس بیاین جفت و تاقش نشانی کنیم. از اعداد تاق شروع میکنیم، با رنگ سرخ نشان میدیم. عدد یک است که عدد تاق میباشد، عدد سه که سه دانه ستاره است عدد تاق، عدد پنج که پنج دانه ستاره است عدد تاق میباشد، و عدد هفت که هفت دانه ستاره داریم و عدد تاق میباشد. پس عدد جفت را با رنگ زرد نشان میدیم. عدد دو عدد جفت است، عدد چهار که چهار دانه ستاره است عدد جفت، عدد شش که شش دانه ستاره است عدد جفت میباشد. خب شاگرده عزیز، حالا شما یاد گرفتین که چه رقم اعداد جفت و تاق را بشناسین. از این درس فهمیده می شود که اعداد دو، چار، شش و هشت اعداد جفت و اعداد یک، سه، پنج، هفت و نو اعداد تاق. پس تمام اعداد که رقم یک آیشان صفر، دو، چار، شش و هشت باشند اعداد جفت، و تمام اعداد که رقم یکایشان یک، سه، پنج، هفت و نو باشند اعداد تاق شمرده می شود. و به این ترتیب شما مثال جفت و تاق را در جور ساختنهای سنگچل ها نیز به خوبی دیده می توانید. پس شاگرده عزیز، ما جدول داریم که در جدول چی را میبینیم؟ سنگچلا را میبینیم. در طرف راست ما چند دانه سنگچل میبینیم؟ بیاین حساب کنیم. یک، دو، سه، چار، پنج، شش، هفت، هشت، نو و ده. پس ما ده دانه سنگچلا میبینیم. کار کدامش چی میکنیم؟ ما سنگچلا را به دو بخش مساوی قطار کرده و یا تقسیم میکنیم. پس ده یک عدد جفت است. ما چی کردیم؟ ده دانه سنگچلا به دو بخش مساوی تقسیم کردیم که ده خودش چی است؟ یک عدد جفت است. خب میاییم به سمت چپ. ما در اینجا چند دانه سنگچلا میبینیم؟ بیاین که حساب کنیم. یک، دو، سه، چار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده و یازده. پس یازده دانه سنگچلا میبینیم که ما چی میکنیم؟ ما سنگچلا را به دو بخش مساوی قطار کردن نمیتونیم، چون که چی میشه؟ یک دانه اضافگی میکنم. پس در جمله یازده دانه سنگچلا است که یازده یک عدد تاق است. خب شاگرده عزیز، بیاین که فعالیت دوم را کار کنیم. از سنگچل ها کار بگیرید و چارت را خانه پولی نمایید. خب شماره اول، یک قطار با این تعداد سنگچل بسازید. از تعداد ما چند است؟ دوازده. ما دوازده دانه سنگچل میکشیم. یک، دو، سه، چار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، یازده و دوازده. پس این چی میکنیم؟ دو بخش مساوی تقسیم میکنیم. یک، دو، سه، چار، پنج و شش. پس چی شد شاگرده عزیز؟ ای به دو بخش مساوی تقسیم شد و یا نشد؟ آیا عدد ما جفت است و یا تاق؟ پس عدد ما به دو بخش مساوی تقسیم شد، بله، و عدد جفت است و یا تاق؟ عدد جفت است. خب شاگرده عزیز، در شماره دو 13 دانه داریم. پس 13 دانه سنگچل میکشیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. پس دو آیا به دو بخش مساوی تقسیم میشه؟ میبینیم شاگرد عزیز، پس قسمی که میبینین به دو بخش مساوی تقسیم نمیشه، چون یک تا سنگچل ما زیاد است. و
پس آیا به دو بخش مساوی تقسیم ساخته میتونیم؟ نه خیر. عدد ما جفت است و یا تاق؟ عدد ما تاق است. چون 13 یک عدد تاق می باشه. میاییم بالای شماره 3 که چند دانه سنگچل داریم؟ 14 دانه. پس حساب میکنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 و 15. خب اینا را به دو بخش مساوی تقسیم کرده میتونیم؟ میبینیم؟ بله شاگردای عزیز، قسمی که میبینین به دو بخش مساوی تقسیم میشه. پس آیا به دو بخش مساوی تقسیم ساخته میتونیم؟ بله. عدد جفت است و یا تاق؟ 14 یک عدد جفت میباشه. میاییم بالای شماره 4. عدد چند دانه سنگچل داریم؟ چند عدد سنگچل؟ 15 عدد سنگچل داریم. پس حساب میکنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 و 15. آیا دو بخش مساوی تقسیم کرده میتونیم شاگرده عزیز؟ نه خیر، چون که یک سنگچل زیاد میباشه. پس عدد ما جفت است و یا تاق؟ عدد ما تاق میباشه. شماره 5، چند دانه سنگچل داریم؟ 16 دانه سنگچل داریم. پس حساب میکنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 و 16. پس آیا به دو بخش مساوی تقسیم کرده میتونیم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. و 8. پس شاگردای عزیز، قسمی که میبینیم ما به دو بخش مساوی عدد 16 را تقسیم کرده میتونیم. و عدد ما آیا جفت است و یا تاق؟ عدد ما جفت میباشه. میاییم بالای عدد 6، شماره 6. چند دانه سنگچل داریم؟ 17 دانه. پس حساب میکنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 و 16. پس آیا به دو بخش مساوی تقسیم کرده میتونیم؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. و 8. پس شاگردای عزیز، قسمی که میبینیم ما به دو بخش مساوی عدد 16 را تقسیم کرده میتونیم. و عدد ما آیا جفت است و یا تاق؟ عدد ما جفت میباشه. میاییم بالای عدد 6، شماره 6. چند دانه سنگچل داریم؟ 17 دانه. پس حساب میکنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 و 17. آیا به دو بخش مساوی تقسیم کرده میتونیم؟ نه خیر شاگردای عزیز، نمیتونیم. و عدد ما جفت است و یا تاق؟ عدد ما تاق میباشه.
پس شاگردای عزیز، قسمی که ما در جدول میبینیم 12 چی است؟ عدد جفت است. 13 عدد طاق است. 14 عدد جفت. 15 عدد طاق. 16 عدد جفت میباشه. 17 عدد طاق میباشه. 18 عدد جفت و 19 عدد طاق ما میباشه. خب شاگرده عزیز، میاییم بالای کارخانگی. کارخانگی ما چی است؟ شما شاگرده عزیز یک جدول میکشین که در اوجا از 1 الی 100 شماره گذاری میکنین و عدد جفت و طاق را با رنگ های مختلف نشانی میکنین. از 1 الی 100 قسمی که گفتم می نویسین، شماره گذاری می کنین و رنگ امرا با رنگ سرخ عدد طاق و امرا با رنگ آبی عدد جفت را نشانی می کنین، چون که در ذهنتان خوبتر و بهتر بشینه و یاد بگیرین. خب شاگردای عزیز، این بود درس جدید ما. تا درس بعدی که خدمتتان قرار می گیرم، خدا نگهدارتان.